روز گذشته شورای امنیت کشور که ارگان عالی وزارت کشور در رژیم آخوندی هستش با صدور اطلاعی هشدار داد که بیش از این تحمل نخواهد کرد و با هر گونه تجمع برخورد خواهد کرد. علت چنین تهدیداتی تو این شرایط چی هستش؟ همراه هستیم با آقای احمد فروغی که به این موضوع بپردازیم. سلام آقای فروغی، خوش اومدیم به برنامه ما. سلام بر شما و تشکر از اینکه منو به این برنامه دعوت کردیم. بفرمایید. آقای فروغی، همونطور که گفتم اطلاعی هست که شورای امنیت رژیم در وزارت کشورش منتشر کرده که تو اون گفته که اجازه نخواهند داد تا عده‌ای آشوبگر با حمایت دستگاه‌های اطلاعاتی بیگانه بیش از این امنیت عمومی جامعه رو به خطر بیندازند. به نظر شما علت صدور چنین اطلاعی تو شرط فعلی چی هست؟ ببینید، این اطلاعیه وزارت کشور رژیم تنها اطلاعیه از جانب دستگاه‌های جهل و جنایت و سرکوب رژیم نبوده. هفته پیش اگر خاطرتون باشه تشکیل جلسه سران سه قوه هم داشتیم که توی اون اطلاعیه‌ای دادن و با همین مضمون که دشمنان نظام به اصطلاح در تدارک فتنه انگیزی بیشتر هستند و نسبت به این هشدار داده بود. طبیعیه که دشمنان نظام کسانی جز خلق قهرمان ایران که این رژیم رو در تمامیتش نمیخوان و میخوان سرکوبش کنن به خاطر سالها جنایت و فساد و مصیبت هایی که برای ملت ایران به ارمغان آورده بوده، بنابراین کلیت دستگاه رژیم بسیج حول این موضوع هستش. حالا از طرف دیگه شما اگر توجه کنین، الان رژیم در وضعیتی آنچنان شکننده به سر میبره که مثلا میبینید مراسم بزرگداشت شهدای مقاومت، مراسم چهلم، مراسم خاکسپاری شهدای مقاومت رو حتی اون رو هم نمیتونه تحمل کنه از یک طرف. از طرف دیگه آنچنان جامعه جوشان و خروشانی داریم که از هر فرصتی برای ضربه زدن و برای پیشبرد انقلاب دموکراتیک مردم ایران علیه این رژیم سراپا پلید و جنایتکار استفاده میکنه. حالا با این وضعیت شکننده ای که رژیم به سر میبره و با این عزم و اراده ای که قیام کنندگان در استفاده از هر فرصتی برای ضربه زدن به اونها رو اینو در صحنه میبینیم، ما در آستانه 16 آذر و فراخوانی که به قیام در رابطه با همین مناسبت مبارزاتی که از سالها سنت به اصطلاح مبارزاتی مردم ایران علیه دیکتاتوری شاه بوده و بعدش هم علیه رژیم سراپا جنایت و فساد آخوندی و رژیم ولایت فقیه که به خصوص الان که در این شرایط قیام دانشجویان نقش بسیار پیشتاز و بسیار تعیین کننده ای رو به عهده گرفتن، احیا کردن نقش مبارزاتی و رسالت مبارزاتی دانشجو رو در این قیام، یکی از دستاوردهای بزرگ این قیام بوده و دارن این رو پیش میبرن. بنابراین رژیم از زاویه خودش حق داره که نسبت به با نزدیک شدن این مناسبت این هشدارها و این به اصطلاح فراخوانها رو برای قبل از هر چیز برای روحیه دادن به مزدوران خودش، برای دستگاه سرکوبگر خودش بده. شما میدونید که رژیم در این رابطه هم تنها اکتفا نمیکنه به این دادن اطلاعیه و غیره، بلکه به جنایتکاران ترین صور ممکن و اهرم های سرکوبی که در اختیار داره به کار میگیره. مثلا من تو اخبار چند روز اخیر خوندم که در تعداد قابل توجهی از دانشگاه‌ها بحث از مسمومیت دانشجویان به اصطلاح مطرح بود تو خبرها که مردم و تظاهر کننده ها تو کف خیابون قشنگ خیلی خوب گفته بودن که دانشجو مسموم شده، دست آخوند رو شده. یعنی میدونن مردم که این رژیم جنایتکار از هیچ جنایتی تجربه شو تو همین چند هفته پیش در رابطه با جنایت کشتاری که در شاهچراغ شیراز راه انداخت دیدیم. بنابراین این رژیم از یک طرف از هیچ جنایتی، هیچ اقدام ضد بشری و هیچ کشتاری ابایی نداره که بتونه چیکار کنه، بتونه این قیام رو مانع بشه. از طرف دیگه دستگاه سرکوب اون به اصطلاح کار کرد و براش به خاطر اون عزم و اراده سترگی که
تظاهر کننده ها و مردمی که این رژیم رو نمیخوان در صحنه از خودشون نشون دادن، دیگه براش اون کارایی نداره. بنابراین من این اطلاعیه وزارت کشور رو در این چارچوب، یک رژیم شکننده که میخواد به هر ترتیب که شده چیکار کنه، این نیروهای سرکوبگر خودش رو قبل از هر چیز روحیه بده که بتونن دوام بیارن در مقابل این امواج خروشان قیام که البته تلاشی مذبوحانه است. ولی یعنی در ادامه لاف و گزافهای امثال پاسدار سلامی این اقدامات انجام میده. بله درست میگید. خب آقای فروغی، تو این اطلاعیه از اینکه گویا رژیم به وضعیت و به آرامش سیاسی رسونده صحبت شده و اینجوری تعبیر کرده که این آرامش سیاسی که به قول رژیم الان وجود داره نباید به هم بخوره، نظر شما در رابطه با این حرفی که گفته چیه؟ ببینید، این آرامش سیاسی که وزارت کشور رژیم تو این اطلاعیه‌اش آورده، برای هر ناظر خارجی و برای هر کسی که مینیمم فقط اخبار روزانه‌ای که از ایران میاد رو بخونه، بسیار عبارت مسخره و مضحک و بی‌معنی هستش که به کار گرفته شده. البته این ولی خودش از یک جا ناشی میشه. رژیم جامعه ایران در چه موقعیتی به سر میبره که ما میگیم این حرف مضحک و قبل از هر چیز خود خامنه‌ای و خود دستگاه سرکوب رژیم هم میدونه که این حرف بسیار مسخره‌ای هستش. ببینید، ما در سومین ماه قیامی هستیم برای سرنگونی. یه موقعی قیام هست، یک خواسته صنفی یا حتی خواسته سیاسی در چارچوب یک نظام مطرح میشه و مردم برای اون قیام میکنن و تظاهرات میکنن و این خواسته رو میبرن. ولی این قیام فرق میکنه. این قیام تیز میگه مرگ بر خامنه‌ای، تیز میگه مرگ بر اصل ولایت فقیه. بنابراین این یک قیامی است برای سرنگونی. یعنی از نگاه رژیم نگاه کنین، قریب 3 ماه این قیام با این شعار ادامه پیدا کردن قدمی بسیار کیفی و بسیار حراس آور هستش برای این رژیم. و وضعیت رو خود رژیم با تمام وجودش احساس می‌کنه که این وضعیت به عقب بر نمی‌گرده. این یک ویژگی خیلی مهم وضعیت کنونی جامعه ایران و وضعیت رژیم آخوندی هست. حالا در همین اثنا ما می‌بینیم که مثل دیکتاتوری، تمام دیکتاتوری من جمله دیکتاتوری شاه و الان دیکتاتوری ولایت فقیه، هر ترفندی که اینا به اصطلاح تجربهشو از سایر دیکتاتورها هم گرفته بودن و خودشون داشتن، مثل مارک تجزیه طلب زدن، بحث چه میدونم شیعه سنی، بحث با حجاب بی حجاب، بحث هر ترفندی که اینا به ذهنشون میزد و فکر میکردن ممکنه کاربرد داشته باشه که بتونه این اتحاد خیلی مبارک و اتحاد عمیقی که بین اقشار مختلف جامعه ایران الان حول شعار اصلی چیه؟ سرنگونی تمامیت رژیم آخوندی با تمام دستبندی ها و باندهای درونی خودش، با شاخص مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر اصل ولایت فقیه. این بسیار رژیم رو در وحشت فرو میبره. چرا؟ چون تمامی ترفندهاش به شکست انجام میده. مثلا فرض کنین همین بحث با حجاب بی حجاب، من دیروز تو اخبار میدیدم که چقدر تظاهرات بسیار دلیرانه دختران و زنان بلوچستان که شعار میدادن چه با حجاب زاهدان یا زنان بلوچ بودن، چه با حجاب چه بی حجاب، پیش به سوی انقلاب. انقلاب علیه کی؟ انقلاب علیه رژیم دیکتاتوری مذهبی خامنه ای و خمینی ملعون. یا فرض کنین شعارهایی که از کردستان تا ایران جانم فدای ایران، یعنی از کردستان تا تهران جانم فدای ایران، اینها همش یک میخایی را در پیشروی این انقلاب، پیشروی این قیام میکوبه که دیکتاتورها رو بسیار ناراحت میکنه، بسیار در هراس میندازه. یا شعار محوری مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. این مضمون دموکراتیک و مضمون رو به آینده و مضمون ترقی خواهانه اون چی که مردم میخوان در پیش برد این قیام رو نشون میده. از زاویه دیگه نگاه کنین، ببینین الان این اراده سترک و این اراده آهنینی که جوانان ایران، دختران ایران، پسران ایران، پدر مادرهاشون در پیش برد قیام و قیمت دادن برای اون تا الان از خودشون نشون دادن، بر تمامی اون دود و دم
و اون در واقع هیمنه ترس و تروری که رژیم دیکتاتوری کنونی میخواست بر مردم غالب بکنه و قفل بکنه جامعه رو، این شکسته شده. یعنی مردم دیگه نمیترسن علی رغم تمام جنایاتی که این رژیم انجام داده، علی رغم اینکه 600 نفر رو، بیش از 600 نفر رو تا الان به شهادت رسونده و بیش از 30,000 نفر الان در زندان‌های رژیم آخوندی، در سیاه‌چال‌های رژیم آخوندی دارن به سر میبرن، ولی سنت‌های مبارزاتی که از قبل مردم ایران داشتن، از زمان شاه تا زمان 120,000 شهیدی که علیه جون خودشون رو فدا کردن در مبارزه علیه خمینی، تا امروز از قیام 78 88 98 تا امروز به چه نقطه رسیده؟ به این نقطه رسیده که دیگه مردم اون توانایی خودشون رو، اون جسارت خودشون رو به دست آوردن، به اون قدرت میتوان و باید خودشون که عبارت خیلی معروف و انگیزاننده خواهر مریم هستش، به این میتوان و باید این رژیم رو سرنگون کرد، به این باور رسیدن. این بسیار برای مردم ایران، برای قیام دموکراتیک مردم ایران مبارک، و از اون طرف برای رژیم آخوندی ترساننده است. تو همه این شرایط شما نگاه کنین، از طرف دیگه میام ببینیم پروژه خامنه ای که پروژه آوردن رئیسی سر کار که به قیمت قلقم کردن تمام باندهای درونی خودش بود، کاملا با شکست مواجه شده. اصلا رئیسی اومده بود که نظر همین قیام شکل بگیره، جلوگیری کنه از قیام، میبینیم که در عمل کلن شکست خورد. میبینیم قیام تسریح شد. اتفاق قیام تسریح شد، چرا؟ چون این کی بود؟ این جلاد 67 بود. اینا رو که مردم ایران از یادشون نمیره که، بله. ولی در موقعیتی هستیم که میتوان و باید رو مردم به باورش رسیدن، و این شعار مقاومت ایران و این شعار خواهر مریم رو تو کف خیابان روز به روز دارن چیکار میکنن، ماده میکنن. شما ببینین خامنه ای اومد گفت قاله رو جمع کنین، یک تودنی خورد که هنوزم صداش در نمیاد، سلامی ایزن. یعنی اینها پیشرفت هایی بوده که مقاومت ایران و قیام سراسری مردم ایران میخوای رو کوبیده که دیگه وضعیت به هیچ وجه برگشت پذیر نیست. شعارهای ریشه در اجتماع پیدا کرده که شما هفته قبل من تو اخبار میخوندم، نماینده مجلس رژیم آمده میگه پسر 7 ساله من از من میپرسه مرگ بر دیکتاتور یعنی چی. ببینید شعار تا کجا مردمی شده، کجا تودگیر شده که تمامیت رژیم رو در بر گرفته. از طرف دیگه به خاطر همین پیشرفتا، به خاطر همین تثبیت مقاومت و فرهنگ مقاومت، و به خاطر تثبیت مرزبندی‌های قاطع مقاومت، نه شیخ نه شاه، ما تمامیت رژیم آخوندی باید سرنگون بشه. تنها راه حل اینه. به همین دلیل حتی جبهه مماشات بین المللی که همواره از سالها مقاومت ایران خواستار کنار گذاشتن این سیاست مماشات که چوب زیر بغل دیکتاتورها به قیمت خون و رنج و شکنج مردم ایران بود، ضربه‌های جدی خورده همین جبهه مماشات، و ما می‌بینیم که رژیم رو بیش از پیش در صحنه بین‌المللی هم تحت فشار قرار داده. حالا توی این شرایط بنابراین شما می‌بینید یک رژیمی با این وضعیت نزار و متزلزل، طبیعی است که چیکار کنه؟ طبیعی است که برای روحیه دادن به ارگان‌های سرکوبگر خودش، برای سرپا نگه داشتن مزدوران خودش، به یک چنین ترفندهایی و یک چنین موضع‌گیری‌هایی که صرفاً کارکرد تبلیغاتی داره و قبل از همه، بیش از همه خود خامنه‌ای میدونه و خود تمام دستگاه سرکوب شکنجه رژیم میدونن که از کف خیابون تا مقاومت‌هایی که تو زندان‌ها و حتی در بیدادگاه‌های ضد بشریشون میبینن از طرف جهان‌ها، اینو احساس میکنن. بنابراین اینها موضع‌گیری‌های تبلیغاتی و ترفندهای سیاسی و ستون به ستون فرجه‌ای بیشتر برای این رژیم پابگور نیستش. خیلی ممنون آقای فروغی از گفتگویی که با همدیگه داشتیم و شرکتتون توی این برنامه. تشکر از شما. خدا نگهدار شما.